أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران و خواهران مسلمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خود را و شما را به تقوا داری خداوند مهربان وصیت می نمایم و متذکر می گردم که بهترین کتاب، کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گرده است. اوصیکم و نفسی بتقوا الله عز و جل، فإن اصدق الحديث کلام الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم و درس امروزه ما شما بخیر و خوبی تحت عنوان قصه صحابی جلیل، صحابی مشهور زید ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه است. زید ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه، صحابی مشهور، صحابی بزرگ، از کبار علمای اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، جامع القرآن الكريم، آن کسی که وسیله و سبب گردید که قرآن کریم را جمع آوری کرد از ضمن کتاب وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، زید ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه. قصه زیبا و حکایت خوب به ارتباط سیرت این صحابی جلیل است. آرزو دارم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. لطفاً به مطالب پروگرام توجه داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، کسانی که پیش قدم هستند و به اسلام مشرف شدند و اسبقیت را در دین مبارک اسلام به اساس مشرف شدنشان به دین مبارک دارند، از ضمن مهاجرین و انصار کرام. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، و کسی که از ایشان پیروی می نماید به احسان، به خوبی تا به روز قیامت. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند مهربان رضایت خود را حاصل کرده است و بیان کرده است به ارتباط اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و همه همچنان از خداوند مهربان راضی می باشند. رضی الله عنهم و رضوا عنه. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، و خداوند مهربان جنت هایی که از زیر آن آب جاری می باشد برای همیش، برای مؤمنین، برای اصحاب کرام
و کسانی که ایمان و عمل صالح را دارند تحیه گردانیده است. خالدین فیها ابدا، برای همیش در جنت ها می باشند. و ذکر خیر مهاجرین و انصار کرام شد و کسانی که از ایشان پیروی می نماید به احسان، به خوبی، کسانی که صاحبان ایمان و عمل صالح باشند. خالدین فیها ابدا، برای همیش در بهشت می باشند. ذلک الفوز العظیم، به حقیقت این از کامیابی بزرگی. آیت مبارک صد سوره التوبه. و در سوره الاحزاب خداوند مهربان همچنان به ارتباط صفت و ذکر خیر اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است، می فرماید آیت مبارک 23 سوره الاحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. از ضمن مؤمنان شخصیت های خوب، مردمان با صداقت در عهد و پیمانشان با پروردگارشان، در ایمانشان راسخ و محکم، در عقیدهشان محکم، به عهد و پیمانشان با پروردگارشان محکم هستند. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. بعضی از ایشان زندگی دنیا را وداع گفتند، فوت شده اند، و بعضی انوس هم منتظر مرگ خود هستند. و ما بدلوا تبدیلا و تبدیل و تغییر در عقیده و در ایمانشان دیده نمی شود. زید ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه، جامع القرآن، کسی که وسیله گردید، سبب گردید که قرآن کریم را جمع آوری کرد. مؤلف کتاب رجال حول الرسول صلی الله علیه و سلم از سرزمین مصر، خالد، محمد خالد، در قسمت اول حکایت یا قصه زید بن ثابت رضی الله عنه کلمات زیل را ذکر کرده است. هنگامی که قرآن کریم را به دستهای خود بگیری، برویت، به قلبت، به فکرت توجه به قرآن کریم داشته باشی و سوره های قرآن کریم را مطالعه نمایی و آیت های قرآن کریم را حفظ نمایی، از ضمن کسانی که باید از ایشان قدردانی و تشکر نمایی و همچنان به حقشان دعا نمایی، شخص بزرگ، شخص عظیمی که قرآن کریم را جمع آوری کرد به اسم زید ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه، او را از دعای خود و همچنان از تشکر و قدردانی خود فراموش نکنی. مدیون احسان این صحابی کریم استیم، بالخصوص در قسمت جمعوری قرآن کریم. هو انصاری من المدینه، انصاری کریم، از اهل مدینه منوره. هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هجرت کردند از مکه معظمه به مدینه منوره، این صحابی جلیل بیشتر از 11 سال عمر نداشتند، 11 ساله بودند، طفل خردسالی بود، مسلمان شد با فامیلش، با اقربای او در مدینه منوره به اسلام مشرف شدند. به سال دوم هجری در ماه مبارک رمضان جنگ بدر صورت گرفت و این صحابی کریم 11 تا 12 سال عمر داشت. در آن وقت در سال دوم هجری با کلانهای فامیل خود، با کلانهای فامیل و قبیل خود به جنگ بدر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتند، اما چون خردسال بود و جسم او از لحاظ بدنی همچنان ضعیف بود و خرد بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را اجازه نداد که در جهاد فی سبیل الله اشتراک نماید. و در این جنگ، جنگ بدر، پیغمبر صلی الله علیه و سلم قول مشهور خود را و دعای مشهور خود را ذکر کرده است: اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض. پروردگارا، اگر این گروه کمی که در مقابل تعداد زیادی از مشرکین می جنگند اگر ناکام بمانند، به هلاکت برسند، شهید شوند، پروردگارا بروی زمین عبادت تو به شکل درست صورت نخواهد گرفت، بروی زمین عبادت تو به شکل درست صورت نخواهد گرفت. از تفسیر ابن کثیر سوره الانفال. در سوره الانفال آیت مبارک 42 خداوند مهربان به ارتباط وصف جنگ بدر می فرماید: اذ انتم بالعدوه الدنيا، شما در
سرزمین جنگ در یک منطقه بودین که نزدیکتر به جهت مدینه منوره و هم بالعدوة القصوى و دشمنان دورتر بودن به جهت مکه معظمه و الركب اسفل منكم و ابو سفیان و کبار مشرکین قریش با تجارتی را که داشتند با شترهایی که نزدشان بود همه به طرف بحر نزدیکتر بودند و الركب اسفل منكم موقف زیبایی و جای ساحه جنگ را خداوند مهربان در این آیت مبارک به شکل مفصل ذکر می نماید. در ساحه جنگ سرزمین جنگ موقف بدر ولو توعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر شما وعده می دادید با یک دیگرتان ممکن خلاف وعده رفتار می شد، نمی تانستید که به این شکل جمع شوید به این مناطقی که شما موجود هستید در ساحه جنگ. ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، امر خداوند مهربان و تقدیرات خداوند رفته بود که به همی شکل روزی برسد که همه جمع گردید در موقف جنگ. ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه و این الله لسمیع علیم، و هر کسی که زنده میماند به مشیت و ارادت خداوند به بینت خداوند مهربان، و هر کسی که وفات میگردد به هلاکت میرسد همچنان به مشیت خداوند مهربان و به بینه به وضاحت به آن شکلی که خداوند مهربان آن را تقدیر داده است که حیات میماند که فوت میگردد که غالب و که مغلوب میگردد در این جنگ مهم، جنگ اول اسلام، جنگ بدر. آیت مبارک سوره الانفال. و نتیجه جنگ، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، خداوند مهربان شما را نصرت بخشید در جنگ بدر حال اینکه تعداد شما کم بود. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، پرهیزکار باشید ممکن شکرگزاری خداوند را به شکل درستی ادا نمایید. آیت مبارک 123 سوره آل عمران. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون، خداوند مهربان شما را نصرت و کامیابی بخشید در جنگ بدر حال اینکه تعداد شما کم و ضعیفتر هم بودید نظر به مشرکین. پرهیزکار باشید ممکن شکرگزاری خداوند را به شکل درستی ادا کرده بتوانید. همیش شکرگزار باشید. در جنگ بدر 70 نفر از مشرکین به قتل رسیدند و 70 نفرشان اسیر شدند. و سال دوم هجری است. در عین سال دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رقیه رضی الله عنها مریض می شود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم شوهر او را حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه را امر می نماید که در جنگ بدر اشتراک نکند، با خانم خود در مدینه منوره باشد چون خانمش مریض بود. بعد از این که مسلمانان در جنگ بدر کامیاب می شوند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم این صحابی کریم را که حکایت او را سر دست داریم زید ابن ثابت رضی الله عنه را انتخاب می نماید چون هنوز هم طفل خردسالی بود، برایش امر میکند که برو به سوی مدینه منوره. طفل خردسالی که در جنگ اشتراک نکرد اما آرزو داشت که خدمتی را کند برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برای مسلمانان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش امر کرد که برود به مدینه منوره و مسلمانان را بشارت کامیابی جنگ بدر را دهد. زید بن ثابت رضی الله عنه به مدینه منوره داخل می گردد و خبر می شود که جنازه است. همه به مقبره جنة البقیع در مدینه منوره حاضر شده اند. جنازه کی است؟ دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رقیه رضی الله عنها. در این موقفی که پدرش و مسلمانان کامیاب می گردند غم سرشان می آید که دختر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فوت شده است. حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه
به مقبره حاضر می شود و حضرت عثمان رضی الله عنه را می بیند، برایش بشارت می دهد که مسلمانان در جنگ بدر کامیاب شدند. 70 نفر از مشرکین به قتل رسیدند و 70 نفر از مشرکین اسیر شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از اسیران جنگ عده زیادشان عفو کرد و بخشش کرد و بعضی از ایشان مال را تقدیم کردند و خود را خریدند، آزادی خود را خریدند. و کسی که مال کافی را نداشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم از خود مال را اضافه می کرد و کوشش می کرد که مردم را عفو نماید و یا اینکه اسیران جنگ در اسلام داخل شوند و بخشیده شوند و یا اینکه تعداد از اولادهای مسلمانان را کتابت و قرائت را برایشان یاد نمایند، بتوانند که نوشته کردن را و خواندن را، تعلیم اساسی را یاد بگیرند. و کان زید ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه ممن تعلم بهذا الطریق. و زید ابن ثابت رضی الله عنه به این شکل قرائت و کتابت را یاد گرفت. از اسیران جنگ بدر که برایشان گفته شده بود که 10 نفر از اطفال مسلمانان را کتابت و قرائت را یاد دهید آزاد می گردید، از ضمن شروطی که سرشان گذاشته شده بود، بعضی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشید و بعضی در اسلام داخل شدند و بعضی مال خود را تقدیم کردند و آزادی خود را خریدند و بعضی اطفال مسلمانان را تدریس کردند، تعلیم کتابت و قرائت. و زید بن ثابت طفل خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود کتابت و قرائت را به این شکل یاد گرفت. و این طفل خردسال آرزو داشت که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیک باشد همیش. برای مادر خود گفت که یک راه را برایم پیدا کن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قسمت علم و آموزش مرا انتخاب نماید که شاگردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را داشته باشم. مادرش به نام النوار رضی الله عنها برای چند نفر از قبیله خود، قبیله انصار، از کلانهای قوم خود برایشان موضوع را یاد کرد و گفت که اگر فرزندم به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم برود، ممکن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را داشته باشد، چون آرزو دارد و میتواند که علم را بیاموزد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تا امروز 17 سوره از قرآن کریم را حفظ کرده است. طفل خردسال ممکن در حدود 12 سال یا 13 سال بعد از جنگ بدر 17 سوره را از قرآن کریم حفظ کرده است و طفل خردسال با فامیلش به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم می روند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش می فرماید که بخوان. بعضی از این سوره ها را تلاوت کردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار خوش شدند که تلاوت او و قرائت او واضح است و این طفل نجیب است، نجابت را دارد، ذکا را دارد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن را درک کرد. برایش فرمود که یا زید تعلم لی کتابت الیهود فانی لا آمنهم فتعلم العبریت. ای زید، اگر بتوانی که زبان عبری را، زبان یهود را یاد بگیری، چون از مکرشان در امان نیستم، احساس امنیت را نمی کنم. و زید رضی الله عنه زبان عبری را، زبان یهود را یاد گرفت. بعدا او را امر کرد که زبان سوریانی را یاد بگیرد و زید رضی الله عنه زبان سوریانی را همچنان یاد گرفت و ترجمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقرر گردید در سن سال کمی. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را تحت نظارت خود قرار داده بود. هنگامی که امانت و فهم و دانش و ذکاوت این پسر نجیب را میبیند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را وظیفه میدهد که وحی را نوشته کند،
چون امانتکار بود و زکاوت را داشت. وحی را نوشته کند از ضمن کبار کتاب وحی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به شمار برده می شود، زید ابن ثابت رضی الله عنه. هرگاه که قرآن سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می گردید، شخصی را روان می کرد یا صدا می کرد که زید به کجا استی، اگر نزدیک می بود نزد او حاضر می شد و برایش امر می کرد که نوشته کن. این آیت های مبارک یا این سوره مبارکه سر نازل گردیده است و زید رضی الله عنه نوشته می کردند وحی را و همچنان آن را مطالعه می کردند و حفظ می کردند و وقت خود را به قرآن کریم تخصیص دادند و بهترین مرجع برای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از فوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد قرآن کریم بود. زید ابن ثابت رضی الله عنه در دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرآن کریم را که جمع اول برایش گویند که تمام قرآن کریم با آن ترتیب درست تکمیل نشده بود، اما جمعوری آن را زید ابن ثابت رضی الله عنه به عهده خود گرفت و در دوران حضرت عثمان رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه باز هم شخصیت بزرگی که در قسمت جمعوری قرآن کریم به شکل مکمل فعالیت بیشتر را داشتند. آیا منزلت بیشتر یا فخر بیشتر موجود است که برای یک کسی برسد از این فخر کرده که خداوند او را مستحق این فخر میبیند و او را توفیق نصیب میگرداند که قرآن کریم را جمع آوری نماید؟ برای مسلمانان در قسمت علم مواریث بهترین مرجع بودند، عالم فاضل بودند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ارتباط او فرمودند و افرادهم ای علم المواریث زید ابن ثابت من امته صلی الله علیه و سلم. در قسمت علم مواریث، علم میراث و تقسیمات میراث، زید بن ثابت رضی الله عنه معلومات بیشتر را دارد در تمام امت من. حدیث مبارک. قبیصه رضی الله عنه صحابی جلیل روایت کرده که زید رضی الله عنه در مدینه منوره در قسمت قضا، در قسمت قضاوت بین مردم قاضی و فتوا دادن، در قسمت قراءت و تلاوت و همچنان در قسمت علم فرائض، علم میراث و تقسیمات آن، زید بن ثابت رضی الله عنه استاد بزرگ بودند، عالم جلیل بودند. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمودند کسانی که خوشبخت هستند از اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم می فهمند که زید بن ثابت از ضمن راسخین در علم استند، استوار و ثابت و راسخ در علمش، از کسانی که پخته استند و ملی استند، پر استند از علم. خوشا به حال اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم، کسانی که درک میکنند این موضوع را و نزد او میروند و علم را میآموزند. ثابت ابن عبید رضی الله عنه روایت کرده فرموده اند که زید بن ثابت رضی الله عنه شخص ظریفی بود، انسان متواضعی بود در مجلسش و همچنان در خانه خود و در مجالس علم، باز بالخصوص هیبت و وقار خود را و شخصیت خود را نگاه می کردند و شخصیت خود را داشتند. حضرت عمر رضی الله عنه در یکی از خطبه های خود در سرزمین شام ذکر کرده اند ایها الناس، ای مردم، من اراد ان یسأل عن القرآن فلیأت زید ابن ثابت. هر کسی که خواسته باشد که علم قرآن کریم را بیاموزد و سوال را داشته باشد به ارتباط قرآن کریم، به نزد زید ابن ثابت رضی الله عنه بیاید، چون عالم قرآن کریم است و وزن خود را و قدر خود را دارد و وزن او را و قدر او را امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه و کبار اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم می دانستند و قدردانی می کردند.
من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت زيد ابن ثابت. هر کسی که سوال داشته باشد به ارتباط قرآن کریم به نزد زید ابن ثابت رضی الله عنه برود. ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ ابن جبل. وهر کسی که سوال داشته باشد به ارتباط فقه، معلومات فقهی، به نزد معاذ ابن جبل رضی الله عنه برود. ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتي إلي. وهر کسی که سوال داشته باشد به ارتباط مال و تقسیمات آن، بیت المال، مال مسلمانان، به نزد من بیاید. من وظیفه‌دار در قسمت مالتان و حقوقتان، حقوق مالیتان هستم. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه از ضمن کلمات مبارک او. طلبه علم از ضمن صحابه کرام و تابعین کرام قدر زید ابن ثابت رضی الله عنه را می دانستند و احترام و تجلیل و تعظیم او را همیش می کردند، چون در سینه او قرآن کریم بود و علم را داشت. صحابی جلیل حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روزی از روزها زید ابن ثابت رضی الله عنه را میبیند که سر شتر خود سوار میشد و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ریسپان شتر را به دست خود میگیرد، با او قدم میزند، بعض سوال های دینی را به ارتباط قرآن کریم از او میکرد. و زید رضی الله عنه برایش می فرماید که ای پسر کاکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا اینکه تو هم با من سوار می شوی و یا اینکه من هم پایان می شوم. مناسب نمی بینم که پسر کاکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شخصیت بزرگی از آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما پیاده برود و من سوار باشم سر شتر. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما برایش می فرماید که پروا ندارد، به ما امر شده، به ما ارشاد شده در دین مبارک اسلام که احترام علمای خود را داشته باشیم. ریسپان شتر تو را محکم می گیرم، احترام تو را دارم ای زید ابن ثابت رضی الله عنه. و زید ابن ثابت رضی الله عنه برایش می فرماید که دستت را برایم پیش کن. دست خود را برایش پیش می کند و زید رضی الله عنه خود را پایان تر و خم می سازد از سر شتر و دست او را ماچ می کند، دست او را تقبیل و ماچ می کند و می فرماید که سر ما هم امر شده که احترام آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را داشته باشیم و دستهایشان را ماچ کنیم. احترام به تو دارم ای عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. عجب احترام متقابل متبادل بین یک دیگر علمای صدر اسلام با یک دیگر احترام داشتند و عجب احترامی. و هنگامی که زید ابن ثابت رضی الله عنه فوت شدند، مسلمانان زیادی گریه می کردند، چون صاحب علم عظیمی بود و با این علم از دنیا رفت. ابو هریره رضی الله عنه در هنگام فوت او یا بعد از فوت او ذکر کرده است که عالم بزرگی این امت فوت شد امروز و آرزو دارم که ممکن جانشین او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شود. آرزو دارم، اما جای او را کسی ممکن پر کرده نتواند. هنگامی که آیت مبارک 95 سوره النساء نازل گردید، در صحیح بخاری شریف از زید ابن ثابت رضی الله عنه روایت شده: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. مساوی نیستند مؤمنانی که در خانه های خود نشسته باشند با کسانی که جهاد فی سبیل الله را ادا می نمایند. کسانی که در خانه نشسته اند مساوی نیستند با کسانی که جهاد می کنند فی سبیل الله. این آیه مبارک نازل شد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای زید رضی الله عنه می فرماید که نشته کن. نشته می کند.
صحابی جلیل به نام عبدالله ابن ام مکتوم نابینا بود، کور بود، در این اسنا این صحبت ها را میشنود و صدا میکند که رسول الله من معذور هستم، کور هستم. مؤمنانی که در خانه های خود نشسته اند مساوی نیستند با مؤمنانی که جهاد میکنند فی سبیل الله، من معذور هستم، چطور کنم یا رسول الله؟ زید رضی الله عنه میفرماید که پای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پای من نزدیک بود، سرش فشار آمد، فشار وحی، و پای مبارک سر پای من گذاشته شد و احساس میکردم که پای من پاره پاره میشه، مانند که یک کوه را کسی سر پای من گذاشته باشد. و بعدا هنگامی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی سرش فارغ میگردد، برایم میفرماید که نوشته کن لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، مگر آنانی که معذرت دارند. این جمله را نوشته کن، جبریل علیه السلام برایم وحی کردند از ضمن قرآن کریم. این جمله را نوشته کن که کسانی که معذور هستند، مگر کسانی که معذور هستند در غیر از آن، مؤمنانی که در خانه های خود نشسته اند برابر و مساوی نیستند با مؤمنانی که جهاد فی سبیل الله را ادا می کنند و در راه خداوند مهربان سعی و کوشش و زحمت می کشند. تا به آخر روایتی که ذکر گرده از صحیح البخاری شریف و آیت شریف را به شکل مکمل زید رضی الله عنه نوشته کرده است. و در خلافت ابو بکر صدیق رضی الله عنه، زید بن ثابت رضی الله عنه قصه خود را حکایت کرده در صحیح بخاری شریف، ثبت شده، جمع‌آوری شده. می فرماید که ابو بکر صدیق رضی الله عنه کسی را روان کرد که به نزد او حاضر شوم در مجلس او، و حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه همچنان نشسته بود. هر دویشان برای گفتند که مسلمانان زیاد بالخصوص قاری صاحبان قرآن کریم، قاری های قرآن کریم القراء و حفاظ قرآن کریم تعداد زیادشان در جنگ الیمامه به شهادت رسیده اند و گفتند که می ترسیم که قرآن کریم ضایع نگردد، ای کاش که قرآن کریم را نوشته کنی به شکل مکمل. گفتم که چطور یک کار را می کنید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن را نکرده باشد؟ هر دویشان گفتند که ما مشوره کردیم و استخاره کردیم، خداوند مهربان در قلبهای ما گذاشت که قرآن کریم را نوشته شود و جمع‌آوری کنیم، و تو جوانی هستی که عاقل هستی، امانتکار هستی و وحی را نوشته می کردی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و این وظیفه را برای تو می دهیم که قرآن کریم را جمع‌آوری کنی. حضرت زید رضی الله عنه می فرماید که اگر برایم می گفتن که یک کوه را انتقال دی از یک منطقه به منطقه دیگری، ممکن سرم آسان تمام می شد از این که قرآن کریم را جمع‌آوری کنم. سر از او هم زحمت کشیدم، به اصحاب کرام می رفتم و سوره هایی که جمع‌آوری شده بود آن را که نوشته کرده بودیم تمام آن را حاضر کردم و قرآن کریم را مکمل جمع‌آوری کردم. دو آیت اخیر سوره التوبه را به نزد یک صحابی کریم به نام ابی خزیمه الانصاری رضی الله عنه پیدا کردم که شهادت او را پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهادت دو نفر ذکر کرده است. البته حکمتی بود در آن که این دو آیت اخیر سوره التوبه را این صحابی کریم داشت. در روایت دیگری آیت مبارک 23 سوره الاحزاب را این صحابی کریم ابی خزیمه الانصاری رضی الله عنه داشت. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، تا به آخر آیت مبارک. و هر آیت را و هر سوره را که زید رضی الله عنه جمع‌آوری می کردند، حد اقل دو نفر از اصحاب کرام را شاهد قرار می دادند که این سوره ها، این آیت های مبارک نازل شده سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و تمام این صحف که جمع‌آوری شد به نزد ابو بکر رضی الله عنه محفوظ بود تا وقتی که فوت شدند، بعدن به نزد حضرت عمر رضی الله عنه، بعدن به نزد دخترش بی بی حفصه رضی الله عنها محفوظ بود. و در خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه
حضرت عثمان رضی الله عنه برای حفصه دختر عمر ابن الخطاب رضی الله عنه و عنها خانم پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تمام صحف صحیفه های که جمع آوری شده بود از قرآن کریم، تمام سوره ها که در آن نوشته شده بود آن را خواست و امر کرد زید ابن ثابت رضی الله عنه را و همچنان عبدالله ابن الزبیر رضی الله عنه و سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه و عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام که همه بشینند به سرپرستی و معلمی یا سرمعلمی زید ابن ثابت رضی الله عنه قرآن کریم را جمع آوری کنند به شکل ترتیب مکمل و درستی، و برایشان فرمود که اگر اختلاف را پیدا کردین در لهجه و در طریق کتابت، به زبان قوم قریش آن را انتخاب کنید، چون قرآن کریم به زبانشان نازل گریده است و هر مشوره را که زید رضی الله عنه تقدیم می دارد آن را قبول دارید. بعدن تمام مصحف، تمام قرآن کریم که تکمیل گردید، صحیفه هایی که امانت گرفته بود از بی بی حفصه رضی الله عنها آن را برایش تقدیم کرد، و بعضی کتاب های دیگری، قرآن کریم های دیگری که چاپ شده بود آن را همه را در می دهد، به اینکه یهود و نصارا کوشش می کردند که سوره های قرآن کریم را تحریف کنند و کم و زیاد کنند. و عثمان رضی الله عنه می ترسید که قوم یهود بالخصوص در قرآن کریم دست نزنند و این کتاب را مانند کتاب های خودشان تغییر ندهند. خداوند مهربان می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما به حقیقت این کتاب را نازل کردیم و نگهبان این کتاب می باشیم. و اختلاف را که داشتن همه رفع می گردد، و قرآن کریم را که زید رضی الله عنه به چاپ می رساند، کتاب اساسی و درستی که تا به شرایط فعلی را باقی مانده است، امروز در میوزیم ترکیه در استانبول این کتاب، این قرآن کریمی که جمع‌آوری شده بود به سرپرستی حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه در دوران حضرت عثمان رضی الله عنه باقی مانده و محفوظ مانده است. و از روی این قرآن کریم حضرت عثمان رضی الله عنه بعضی چاپ‌های دیگری را ترتیب داد، و یکی از آن را قرآن کریم را به کوفه و یکی به بصره و شام روان می کند، و همچنان در مراحل بعدی نسخه یا کپی دیگری را برای اهل مکه معظمه و یکی را برای یمن و یکی را برای مسلمانان بحرین روان می کند. الله اعلم. نقل از کتاب البرهان فی علوم القرآن و همچنان از صحیح بخاری شریف. حضرت ابو عبدالرحمن السلمی رضی الله عنه روایت کرده اند که قرائت ابو بکر الصدیق رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه و زید ابن ثابت رضی الله عنه و المهاجرین و الانصار، همه ایشان یک قرائت را داشتند و یک کتابت بود، یک کتابت و یک قرائت، یک ترتیب را داشت، و قرائت عادی را داشتند، قرائت را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از قوم قریش که توسط جبریل علیه السلام برایش وحی شده به شکل واضح آن را می خواندند. و جبریل علیه السلام در هر سال ماه مبارک رمضان قرآن کریم را یک بار سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکرار می کردند، و در سال اخیری که فوت شدند دو مرتبه قرآن کریم را سرش تکرار کردند. و زید ابن ثابت رضی الله عنه مشرف شدند به تکرار دوم در رمضان اخیر، هنگامی که جبریل علیه السلام قرآن کریم را سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکرار کردند، زید ابن ثابت رضی الله عنه از شهود بودند، شاهد بودند در آن مجلس. و این هم یک علت بزرگی که ابو بکر صدیق رضی الله عنه در قسمت جمع‌آوری اول قرآن کریم و حضرت عثمان رضی الله عنه در قسمت جمع‌آوری دوم قرآن کریم به او تکیه کردند، که در قسمت تلاوت جبریل امین علیه السلام
و تکرار قرآن کریم سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان، بالخصوص رمضان اخیری که بعدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فوت شدند، زید بن ثابت رضی الله عنه همچنان شاهد بودند در آن موقف، در آن مجلس که جبریل علیه السلام قرآن کریم را سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکرار کردند. در صحیح بخاری شریف ذکر گردیده روایتی است از انس ابن مالک رضی الله عنه که فرمودند در دوران پیغمبر صلی الله علیه و سلم 4 نفر حفاظ قرآن کریم بودند و همه ایشان از انصار کرام بودند: زید بن ثابت رضی الله عنه، معاذ ابن جبل رضی الله عنه، ابی ابن کعب رضی الله عنه و ابو زید الانصاری رضی الله عنه. 4 نفر حفاظ قرآن کریم در دوران پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند و بعد از فوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعداد زیادی از اصحاب کرام و فرزندانشان و دخترانشان قرآن کریم را حفظ کردند. بعد از فوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعداد زیادی از اصحاب کرام و فرزندانشان و دخترانشان و همچنان از تابعین کرام قرآن کریم را حفظ کردند تا به شرایط فعلی را که ما شما حفظه قرآن کریم را داریم. رضی الله عنهم اجمعین، خداوند مهربان راضی باشد از تمام اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از تابعین کرام و همچنان از ما شما هم خداوند مهربان راضی باشد. قصه زیبا و درس خوبی به ارتباط صحابی جلیل زید بن ثابت رضی الله عنه و ارضاه و رحمه الله رحمتا واسعه. برادران و خواهران مسلمان، این بود درس زیبا و خوبی این هفته ما. آرزو دارم که مورد استفاده و علاقه همه ما شما قرار گرفته باشد انشاءالله و مستفید گردیم از مانند این قصه های زیبا. تا مجلس آینده با شما خدا حافظی می نمایم. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.